به نام خدا، وقت شما بخیر. جلسه پیش برای شما کارخونگی داده بودم که کار کنیم. امیدوارم که همگی کار کرده باشیم. خب به جلسات آینده کارخونگی که ما برای شما داده بودم خود ما داخل لکچرها کار میکنم. خب کاری که ما امروز انجام بدیم اینه که با استفاده از لول مپی که روز پیشتر خوندیم، بخش پینت مود ما بخوندیم که چی رقم همچین صفحه دیزاین کنیم. امروز میایم بخش کلایدر مود میخونیم. برای از اینکه کلایدر مود کار بده و بخونیم که چی رقمی کار میده، ما نیاز داریم که به داخل یونیتی بیاییم یک پکیج امپورت کنیم به نام داگ پکیج، که این پکیج یک کنترولر یا یک پلیر برای ما میده که بتونیم به داخل از این سین یا این لیول او حرکت بدیم. خب ما اگه خواسته باشیم او داگ از اول تیار کنیم، اسکریپت نویسی کنیم، زمان بره. اگرچه ما او کار میکنیم ولی به لکچر آینده، فعلا به خاطر از اینکه بحث ما کلایدر مودم، ما پکیج رو ایمپورت میکنم، بعدا باز میاییم خود ما او را از صفر ایمپلمنت میکنیم. برای ایمپورت کردن پکیج داخل گروه برش مروان میکنم این پکیج doc.unity پکیج، میاییم دبل کلیک میکنیم تا داخل یونیتی ایمپورت شه، بعد از منتظر میمونیم تا ایمپورت شه. خب بعد از اینکه ایمپورت شد میایم بینج داگ نوشته میکنیم و میبینیم که یک پریفاب از سگ برای ما اینجا اضافه کرد. ایرکش میکنیم این دازم داخل هایرکی. به اینجا که انداختیم قسمی که میبینیم به اینجا اضافه شد. این همراه خود، این داگ همراه خود کنترولر داره، اگنویتور کنترولر داره، باکس کلایدر داره، ریجت بادی داره و اسکریپت داره که اگر رن کنیم میبینیم شما که ای میفته پین. به خاطر از اینه که ای الیمنت هایی که ما به اینجا داریم هیچ کدام کلایدر نداره. اگر یاد شما باشه ما بخوندیم دو آبجکت زمان با هم دیگر برخورد میکنم که هر دو تا کلایدر داشته باشم. خب حالا میایم بری از آبجکت ها خود کلایدر اضافه میکنیم. یک راه اضافه کردن کلایدر اینه که ما بیاییم به قسمت ریسورس هایی که اینجا ما داریم، ادیتور ریسورسز، و همه الیمنت یکس که اینجا هستی یکس دوم پریفاب دوم میشه. بیاییم برای از این میبینیم هیچ کلایدر نداره، برای از یک باکس کلایدر 2D اضافه کنیم. حالی باکس کلایدر داره. وقتی ما برای از اضافه میکنیم در حقیقت به تمام از اینو اضافه کردیم. اگر ما بیام هر کدوم از اینو انتخاب کنم میبینیم که اینا همه که یک دانه کلایدر حالا داره. خب بیاییم رن کنیم حالا ببینیم چه کار میشه. قسمی که میبینیم این سگ روی از کلایدر حالا استاد شد و با استفاده از اسکریپتی که ای داره ما میتونیم توسط حروکی های کیبورد این حرکت بدیم. مثلا طرف راست ببریم این طرف چپ بیاریم، پس میتونیم به یاله حرکت بدیم. خب ببینیم حال میتونیم اینجا حرکت کنه. یکی از مشکلاتی که داره اینه که ممکنه بعضی وقتا مثلا به همچین موقعیتی اگر متوجه بشیم یک کلایدر داره که اگر ما یک ذره حرکت بدیم به سمت بالا خیلی کم باعث میشه که وقتی این حرکت میکنه کلایدر عزی با این کلایدر برخورد کنه و باعث چه که این جگاه دیگه نتونه بره به اون سمت. خب این یک مشکلیه که ایجاد میکنه. پس نباید ما به این حالت کلایدر اضافه کنیم با آبجکت ها. پس میاییم این پریفاب ازی و این کلایدر که داره ریموف میکنیم. حال دیگه هیچ کدام از اینا کلایدر نداره. ببینیم هر کدام انتخاب کنیم کلایدر نداره. خب راه حل چیه؟ خب برای از اینکه ما این مشکل حل کنیم، راه حل اینه که ما از طریق لول دیزاینر خب بیاییم کلایدر اضافه کنیم. من لول دیزاینر انتخاب میکنم، میام به قسمت، به قسمت کلایدر مود، قسمی که میبینیم تیکی داره به نام استریگر. اگر این تیکه بگذاریم میایه کلایدره که به آبجکت اضافه میکنه تریگر میشه. اگر ای پلتفرم افکتور 2D رو ما فعلا کار نداریم باشه، ورتیکال کلایدر اگر تیکر بگذاریم میایه کلایدر عمودی ایجاد میکنه. مثلا ما به این جگه همی ابجکتار ما این که کلایدر اضافه کنیم، اینا رو هم انتخاب میکنیم. ببینیم به ایالت اینا رو غیر فعال میکنم. پس با کلیک راست ماوس انتخاب میکنیم و ببخشیم با کلیک چپ ماوس انتخاب میکنیم، با کلیک راست ماوس پس اونا رو دیسلکت میکنیم. خب وقتی که اینا انتخاب شد، بعد از میایم اینجا گزینه اد باکس کلایدر تو دیر میزنیم که برای همگی از اینا یک دونه کلایدر اضافه کنه.
اگر این است تریگر ما تیکر بگذاریم، این کلایدری که ایجاد میکنه تریگر میشه. ولی ما میایم که فقط یک دونه ایجاد کنه، او هم ورتیکال هم نباشه، تریگر هم نباشه. پس این تیکار نمیگذارم. اول عده میزنم، ببینی اول به جای از اینکه به دونه دونه از اینا کلایدر اضافه کنه، فقط به یک از اینا کلایدر اضافه کرده و اومده استریچ کرده یا اضافه کلون کرده کلایدره. ببینید اگه من بتونم پیدا کنم که کدام یک از این آبجکت ها کلایدر داره، یکی که انتخاب میکنیم تا بالاخره بی که کلایدر داره مشخص شه. ببینیم من یکه فقط یک باکس کلایدر تودی داره، همین آبجکت که آمده سایز ازور از لحاظ ایکس زیاد کرده. ببینیم به یالت کم و زیاد. خب پس کلایدر مود به یالت کار میکنه. زمانی که خواسته باشین شما به یک آبجکت کلایدر بدین که دیگه مثلا حالا هر رقم که شما یک کلایدر رو بالا پینم بیاریم، ای سگ وقتی حرکت میکنه دیگه به وسط را به جا بند نمیمونه. پس مشکلی که ممکن اتفاق بفته به یالت حل میشه. پس لیبل مپ انتخاب میکنیم. خب ببینیم اینا اشتباهی درا شد، من این پس غیر فعال میکنم. همیشه یاد شما باشه کار شما که خود لیبل دیزاینر خلاص میشه ایر آف کنید. مال آن میکنم میایم بروی کلایدر مود، بعد میام مثلا برای از اینام کلایدر اضافه میکنم، بعد کلایدر تو دیر میزنم که اضافه شه. برای از اینکه ببینیم آیا کار میده اضافه شده یا نشده، موو انتخاب میکنیم، میایم از اینا یک انتخاب میکنیم. برای از اینکه ببینیم خب ببینیم اگر چک کنیم که کلایدر داره یا نداره. ببینیم کلایدر داره، یعنی کلایدر یا ببینیم این رنگ هسته همی آمده برای همگی از اینا اضافه کرده یا سایزی رو کلون کرده. و همی قسم دوباره میریم به این قسمت و لیبل مپ انتخاب میکنیم، کلایدر مود میاییم انتخاب میکنیم. اد باکس کلایدر تو دیر میزنیم. خب پس ایر آف میکنیم، آره میاییم موو انتخاب میکنیم. ببینیم که همه گی سعی هست یا نه. ببینیم باکس کلایدر تودی داره که به اینجا گاهی شامل همه گی میشه. این هم مثلا باکس کلایدر داره، این هم داره. از اینجا گاه میتونی چک کنی که داره یا نه. حالا اگر خواسته باشیم بری از این آبجکت ها باکس کلایدر اضافه کنیم چیکار میکنیم؟ خب یا بری از یکی که اینجا گاهی که به صورت عمودیه، خیلی راحت پس میای لول مپ انتخاب میکنیم، میای قسمت کلایدر مود و این آبجکت انتخاب میکنیم. این دفعه تیکی به نام ورتیکل کلایدر میگذاریم. اگر این تیک نگذاریم اد باکس کلایدر رو بزنیم، ببینیم کلایدر به یالت ایجاد میشه در حالی که ما همچین چیزی نماییم. ما پس این انتخاب میکنیم ریموف باکس کلایدر که بزنیم، پس باگ میکنه باکس کلایدر. ما میایم که به حالت ورتیکال ایجاد شه، پس میام ورتیکال کلایدر میگذارم و اد باکس کلایدر میزنم. حالا ببینید کلایدر به حالت ایجاد شد. مثلا به اینا اگه خواسته باشیم ایجاد کنیم، تیک اوور میداریم، باکس کلایدر میزنیم. ببینیم یک مشکلی که اینجا ایجاد کرد اینه که ما وقتی از طرف راست به چپ شروع کردیم به سلکت کردن آبجکت ها، کلایدر به این سمت ایجاد کرد، یعنی یک خونه از این وردیش به اینجا اضافه کرد. یعنی کرکتر وقتی بیای اینجا میتونه اینجا چی وجود نداره روی استاد شه. خب این مشکل داره، مگر این حل کنیم ریموف باکس کلایدر میزنه که پاک شه. همیشه وقت خود لول دیزاینر بخش کلایدر مود کار میکنین، سعی کنین که از طرف چپ به راست انتخاب کنین. حالا اد باکس کلایدر که بزنیم ببینین دیگه مشکلی نداره، از چپ به راست سلکت میکنیم دیگه مشکلی نداره، از راست به چپ انتخاب نکنیم ابجکتار. به یالت میتونیم شما برای آبجکت خو یا برای آیتم هایی که داخل یک صفحه داریم کلایدر اضافه کنیم. خب کارخانگی که شما داریم اینه که همو کارخانگی روز قبل که آمده بودیم دراوینگ رو انجام داده بودیم، حالا بیاییم برای از اینا کلایدر مود هم اضافه کنیم. من کارخانگی رو یک دفعه میارم که شما ببینیم اون ورک یک شامل ای بود. ببینیم برای هر کدام از اینا بیاییم کلایدر اضافه کنیم، برای از اینا اضافه کنیم، برای از اینا اضافه کنیم. خب این کلایدر مود لول دیزاینر میبینیم فقط باکس کلایدر داره. برای از این مگر ما سرکل کلایدر اضافه کنیم، خب باید شما یاد داشته باشین که چی قسم میشه برای از اینا کلایدر اضافه کنیم. من یک رول کار میکنم،
و کارخانگی دوم هم که شامل ای اکس بود، کارخانگی سوم اینه، برای هر کدام از اینا که نیازه کلایدر اضافه کنیم، و اگر هم اندازیم داخل از این محیط حرکت بدیم ببینیم که مشکلی نداشته باشه. کارخانگی اول هم که ای بود. حالا میریم داخل یونیتی، برای از اینکه به کوین ها ما کلایدر اضافه کنیم میبینیم که میتونیم اینا رو انتخاب کنیم و باکس کلایدر اضافه کنیم، ولی راه درستی نیه. راه درستی و اینه که ما بیاییم از داخل پریفاب کوین انتخاب کنیم و برای از یک سرکل کلایدر اضافه کنیم. حال سرکل کلایدر 2D که اضافه کردیم ریز تریگر هم میکنیم، ببینیم هر کدام از این آبجکت هایی که کوین انتخاب کنیم باید حال کلایدر داشته باشه هم که استریگر باشه به یالت. حالا میتونیم شما این پلیر رو هم حرکت بدیم و مثلا اگه جمپ داشته باشه جمپ کنه، که فعلا ما قابلیت جمپ داخل از این داریم. خب به همین شکل که ما کار کردم دو سه تا کارخانگی روز قبل بریم از طریق کلایدر مود کلایدر بدیم برای اینا. تشکر، موفق باشیم، وقت شما خوش، خدا نگهدار.